سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای خارجی ساعت 10. ویدیوی منتشر شده از جمعیت بسیار زیاد لبنانی ها که هم نوا با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، سید مقاومت، فریاد لبیک یا حسین سر میدن و واقعا در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار بازتاب داشته و گفتن که این دلیل این هست که خب در بیخ گوش سرزمین‌های اشغالی این جمعیت در لبنان برای رژیم صهیونیستی بسیار خطرناکه. با هم دیگه ببینیم. بسیار خوب، ساعت دیگر نشست سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه در آنکارای ترکیه برگزار میشه. موضوع نشست تقویت همکاری ها برای حل مسائل سوریه هست. آقای روحانی رئیس جمهور هم به آنکارا تشریف بردن. یه گزارشی رو از این نشست با هم دیگه ببینیم. شما فرمودید رئیس جمهور کشورمان به دعوت آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای حضور در پنجمین اجلاس رؤسای جمهور کشورهای ضامن روند آستانه یعنی جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه دیشب وارد آنکارا شد. حدود 3 ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 به وقت محلی آقای روحانی دیدار دو جانبه ای با آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهد داشت و حدود ساعت 12 به وقت محلی اجلاس سه جانبه آقایان روحانی، پوتین و اردوغان در مجموعه چانکایای آنکارا آغاز خواهد شد. در حاشیه این اجلاس هم دیدار دو جانبه فیما بین آقای روحانی و آقای پوتین برگزار خواهد شد. وزرای خارجه، دفاع، کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی یعنی آقای روحانی رو در این سفر همراهی میکنن برای دیدارهای دو جانبه با همتایان روسی و ترک، همچنین شرکت در کمیسیون‌های مشترک سیاسی و اقتصادی کشورمان با ترکیه که قرار هست فردا در آنکارا برگزار بشه. موضوع اصلی اجلاس سه جانبه رؤسای جمهور ایران و ترکیه همونطور که گفته شد تقویت همکاری‌ها در روند آستانه برای حل بحران سوریه هستش. همچنین موضوعات مهم سیاسی و اقتصادی. همطور که میدونید عملیات پهپادی یمنی ها بازتاب بسیار زیادی داشته، عملیاتی که تأسیسات نفتی آرامکو، تأسیسات مهم عربستان رو، دو پالایشگاه نفتی مهم در اونجا رو مورد هدف قرار داد. بعد از این رشته عملیات آقای دونالد ترامپ رئیس دولت آمریکا دستور برداشت از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا رو صادر کرد، با توجه به اینکه اعلام شد که اون تولید نفت عربستان بعد از این عملیات پهپادی یمنی ها کاهش پیدا خواهد کرد و کاهش یافته، و با توجه به اینکه گفتن به 5 میلیون بشکه در روز میرسه، به خاطر همین نمیتونن که نفت رو برای آمریکایی ها تامین کنند. و حالا آقای ترامپ دستور داده که از ذخایر استراتژیک خود آمریکایی‌ها برداشت بشه، چیزی که جالب، عربستان به آمریکا میگفتش که ایران رو تحریم کنید شما، ما همه نفت آمریکا رو تامین خواهیم کرد. حالا بعد از این عملیات یمنی‌ها و عملیات مختلفی که در منطقه صورت گرفته، حالا عربستان توی تولید نفت خودش و همچنین برای آمریکا دچار مشکل شده و به هر حال دشمنی با ایران همچین نتایجی هم براشون داره. در همین باره سخنگوی نیروی هوایی ارتش یمن اعلام کرده که رشته عملیات پهپادی یمن علیه تأسیسات نفتی آرامکو عربستان
به دست خود ارتش یمن و کمیته های مردمی انصار الله و از خاک یمن صورت گرفته و این که ادعاهایی که آمریکایی ها انجام دادن و پومپئو وزیر امور خارجه‌شون گفت و دیگران که با حمایت ایران این قضیه صورت گرفته یا از طریق حزب الله لبنان یا از خاک عراق که خود عراقی هم تکذیب کردن رو این مقام یمنی هم به شدت تکذیب کرد و رد کرد و گفتش که همچی چیزی اشتباه محضه و همچی چیزی وجود نداره. از طرف دیگه CNN آمریکا گزارش داده اگر واقعا آمریکا ادعا میکنه که ایرانی ها نقش داشتن و دست داشتن در حمله پهپادی یمنی ها به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان، هیچ گونه مدرکی ارائه ندادند و هیچ گونه مستندی و مدارک موثق و متقنی در این باره نتونستند که ارائه بدن. مثل همه عملیات و اتفاقات دیگری که در منطقه افتاد، آمریکایی ها ایران رو متهم کردند ولی هیچ مدرکی نتونستند ارائه بدن. بریم سراغ خبر آخرمون. اعلام شده خبرگزاری سانا به نقل از منابع محلی در سوریه اعلام کرده که آمریکا 150 کامیون کمک برای گروه‌های تروریستی در استان حسکه روسیه، سوریه فرستاده و با توجه به این قضیه اعلام شده که آمریکا چندین کامیون 10 تنی و چند 10 تن ارسال تسلیحات و پشتیبانی برای گروه‌های تروریستی در شهر مالکیه در شمال شرق استان حسکه سوریه ارسال کرده. روز و روزگارتون خوش. با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.